قشنگه، هم زبونی قشنگ، وقتی با من قهر میکنی پشیمونی قشنگه، وقتی با من قهر میکنی. مهره خانم خدا کنه همیشه از این خبرها باشه. آره آدم قصه هاشو فراموش میکنه. آی گو ببینم رضا چرا دختر مردم ها داری با چشات میخوری؟ ننه بد مصب لونده، نه دل واسم گذاشته نه ایمو. با میخوای واسه دارم خواستگاری؟ از خدامه ننه، ولی ولی چی؟ بذار درسش تموم بشه دومادت میکنه. چی میگی ننه؟ مهری دختر دیپلم است که میاد زن من بی سواد بشه. خیلی هم دلش بخواد. عوضش بابای تو هم من تا خونه یک درندشته. آره. ولی چی شد؟ بیا جانم، بیا نوشی جان میل به بیل بفرما. اینجا چه خبره؟ من اینجا با فرقرات درمدی برای دفتی نه خدا. چرا بی خودی داده فریاد میکنی مرد؟ بچه ما شلا خانو ختنه کردن همسایا جشن گرفتن. آره من جشن گرفتن. یالا گروه دونه بارم کنه. یه روز خبر برگه بود تو خونه نامه بیدونی چی جا آبرو میگیرن آره بیرون بابا صف کن انقدر داد و بیداد را ننداز چرا تارمارشون کردی؟ میخوای چیکار کنم؟ بذارم رو سرم حلوا حلواشون کنم؟ پس فردا که پول برق میاد کی جوابشو میده؟ تو؟ بس لا اله الا الله باز شروع کرد. خبی نداره که چی رقیمی نداره تمامش تقصیر تو و این بودم قصد سبخانه برو جد آباده تا بسخره کنی حالا زود باش برو بیرون چرا نراحتی میکنی دو تومنش بگیر بیا مرگ تو پول پول ندارم شب جمعه میذارم سر کوچه بیا بردار مردشون تو رو ببرم اون خانه این دوره گدا توپ رو بیاد با این حالت انقدر داد و بیداد کن تا یه کاری دست به خودت بدی مگه به خرجش میره همینجور مثل سگ یه تره بمیرم بابا خودمه اختیارشو دارم هر کاری هم دلم خواست میکنم اینقدر داد و بیداد کن تا روده هات بریزه بیرون آخه مرد یه خورده انصاف داشته باش خدا رو خوش نمیاد اینجوری با مردم تا کنی آخه تا چه اصلا به تو چه مربوطه خونمه اختیارشو دارم عدد سنگیش پول به باش ریختم خون ندار خوردم تا رو براش کردم ظلم پایدار نیست شمر با اون همه دبدبه و کپکبش آخرش تو دیگه مختار جوشید و کباب شد بترس از آه مظلوم به خدا چنون دامنگیرمون بشه که نفهمیم از کجا خوردی ای به روح پدر من ننه ای به گور جد داباد من ننه ای به گور پدر شمر ای به گور پدر یزید کشتی من را به این گمشین ای خدا آورده من دست اینا ای وای قلبم خدا گود ای آی شونم چی شده آبجی؟ سلام آقا رضا سلام حسن آقا حالش خوب نیست قرار بود امروز بارایه هاش سفرعلی رو ببره اصفهان گفت به شما بگم که بجاش بریم آخه این کسی دیگه جای اون بره پولشو به اون میدم باشه آبجی خیال تخت باشه همین امروز ترتیبشو میدم ببخشید احمد آقا مزاحمتون شد خود عمرتون بده آقا رو حالا میخواد چیکار کنه هیچی رفیق فردا که جمعه سو تعطیله روز شنبرم برام مرخصی رد میکنیم میرم و زود برمیگردم باشه با امید خدا خمشین چی میخواد آبجی
قرون آخرش ندیده میذارم اینجا بمونی، میفهمی؟ نمیذارم. جعفر آقا انصاف داشته باش، تو چه زمستون کجا برم؟ کی به من خونه میده؟ هر گورستونی که دلت میخواد برو، من این حرفا سرم نمیشه. تمام و کمال باید کنه خونه تو بدی و الا نمیذارم اینجا برم. این روزا کار یه خوده که ساده، قول میدم دو ماهشو یه جا بهت بدم. اصلا کرای خونه تو نمیخوام، دلم نمیخواد توی این خونه باشه. من این زوره های 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 چه خاکی دوست دارم. هم از جریان دیشب بابا معذرت بخوام. تو که خودت اونو میشناسی. ای بابا آره، ما به حرفاش عادت کردیم، ولی دلم برا تو میسوزه. واسه این چی؟ چرا؟ خب دیگه تو که وضع بابات خوبه، الان باید بهترین لباسا رو بپوشی و بهترین ماشینا زیر پات باشه. و از همه مهمتر تو باید الان دانشگاه باشی. چه؟ والا مهر خانم، از روزی که چش وا کردیم و این روزگار بد مصب و دیدیم، مثل سگ جون کندیم و دلمون خوش بود که داریم زندگی میکنیم. بابامونم این خیالش نبود، واسه این که مال دنیا کورش کرده، دیگرونم براش پشیزی ارزش ندارن. دومندش مرد باست دستشو بذاره روز دانوی خودشو یا علی بگه. سومندش چاکرت روزا سر کاره و شبام درس میخونه، البته واسه خاطر گل روی شما. من چرا؟ من که تو زندگی تو دخالتی ندارم. اختیار داریم باست داشته باشیم، آخه بالاخره یه روزی من و شما ما میشه. از دست بابام ببین من کجاها باید تو رو ببینم. راستی من امشب میرم اصفهان، چی میخوای واسات بیارم؟ من سلامتی تو میخوام، هر چی دلت خواست. خب دیگه من رفتم. عشق تو دیوونم کرده، بی آشنا من کرده. اون تخته رو بده من احمد. سلام نرگس خانم. سلام نرگس، حال شما خوبه؟ مرسی. بابا اون ریختی تو کوچه. الله اکبر، بزنه به اون کمرت که زمین گیر بشی. مگه شهر قانون نداره؟ میخواستی چی کارش کنم؟ بذارم رو سرم حلوا حلواش بکنم؟ ای خاک همه عالم، تو سرت هیچی ندار. ابن ملجم پیش تو آقا بود بیچاره. مهری خانم دلش کن، تازه قارقارشو خوابوندم. تو دیگه چی میگی زیفه؟ میخواست کرایهشو بده تا نندادمش بیرون. آخه نامسلمون، تو که رو به قبله خدا وامیستی و نماز میخونی، امیدوارم که خدا دوزمانتو بباد بده. خودت که بهتر میدونی این روزا کاروبارش کساده. از کجا میابرد؟ میرفت دوزی میکرد. من کرایه خونم رو میخوام، دوزی میکرد یا کار دیگه به من چه مربوطه؟ اینگیری جوابا امیدی؟ توی اون بابا که پول مردم رو میخوری، واسه تو که آسون پول در بیاری. ده کمره تو خیلی یا میخوره، من تو بچه مطرم درسته حسابی نداره، میمیره. پسرک تو رو خدا
باز شهر به پا نکن قربان. الهی که خونم تو سرت بخوری. بس بس برو نامو سرمون دیگه. میبینی مرد؟ میبینی؟ نه خودی نه غریبه هیچ کیو راضی نگر نداشتی. حالا بلند شو بریم دکتر. باز گفت دکتر؟ تو هم که میخوام منو بیچاره کنی. از کجا بیارم برم دکتر؟ بذار به درد خودم بمیرم. خیلی خوب خوبه؟ خوب فکرشو بکن ببین این بدبخت رو چجوری امشب در بده. بی‌انصافیه، ظلمه. نه خودی نه غریبه هیچی حالید نیست. در زمستونی واسه چی مردمو در به در کردی؟ تو چشو چاره دنبال دختر است، به من که مربوطه؟ من پولمو میخوام. تو که پولت از پارو بالا میره، احتیاجی هم به این چندرغاز کرایه نداشتی. اصلا بگو ببینم تو پسر منی یا وکیل وسیع یا بچه مطرب؟ پسر تو؟ بگو نوچرا نوچه در خونه. تو در حق من چه پدری کردی؟ از وقتی که یه الف بچه بودم عوض درس و مدرسه پادویی کردم، بی جای سر کلاس بشینم تو کبابیا و تو نونوایا و تو قصابیا جون کندم. تو سری خوردم و حرف مفشن افتم. تو این خیالتم نبود، فقط خوشحال بودی. ننه بیچاره و بدبختم ماه به ماه رنگ همومه به خودش نمیبینه. یه دونه پیرم تو تنشه که مال عهد دقیانوسه. اگه پولای بی زبونمو میریختم تو دست و بال تو مف بخوری و ول بگردی، پدر خوبی بودم. ها خر خودتی، ارزونی خودت نمیخواد خرج من بکنی. به خودت برس، یه میوه یه لقمه غذای درست حسابی بخور. پول واسه کردنه. اگه همه دنیا مال تو باشه، فلک زده آخرش هم با خودت دو متر کرباس میبره تو یه وجب خاک خدا چالت میکنن بدبخت. چرا داری نفوس بد میزنی؟ اگه خیلی دلت واسه دختره میسوزه برو کمکشون کن. دست این نرات هم میگی بردو برو. چشتون رو وا کردین که من بمیرم و پولای نازنین رو بالا بکشین؟ نه خیالتون راحت باشه، من نمیمیرم، من نمیمیرم. بسته دیگه مرد، اون از مردم، این از هیچی رو برای خودت باقی نذاشتی. شخصینه توه که اینو پس انداختی. بچه فراری داشتی، حالا باید چشم دنبال دست این اون باشی. یه شام درست حسابی دیگه. جهنم بدارم. قلبم خوناجونم قندق قندقه بدونه قند نه یه دونه قند توش بندان. ای خدا بردم همه شد زیر اون دختره یه رقصه. رفته بودم دواهاتو بگیرم. چرا نخوابیدی؟ داشتم امتحان میکردم ببینم پنجهام قدرت داره که برم کار یا نه. نه بابا جون، تو نباید این کارو بکنی. دیگه ازت گذشته. یه موقعی میتونستی، حالا دیگه موقعی راحتیتی. من هر طور شده باید برم دوباره کار کنم. باید کار کنم تا درستو تموم کنم. دلم میخواد برای خودت خانومی بشی. دلم میخواد خانومی تو ببینم. من نتونستم در حق تو پدری کنم. این حرفا رو نزن. همه این بدبختی رو که میکشی واسه خاطر منی. اگه خودت تنها بودی و منو نداشتی چه غمی برات بود؟ بالاخره هر جوری بودی یه لقمه نونو گیر میآوردی و شکم خودتو سیر میکردی. همه این بدبختی رو واسه خاطر من میکشی. حالا دیگه من بزرگ شدم، میتونم گلیممو از آب بیرون بکشم. تو هر کاری میتونستی برام کردی، حالا منم که باید تلافی کنم. اگه میخوای برام تلافی کنی فقط درستو بخون. بابا من هر طوری شده درسمو میخونم. هزارون نفر هستن که روزا کار میکنن و شبا هم درس میخونن. منم یکی از اونا. ببینم نکنه به خاطر دختر. آه کماله. آره فکر اونه که داره دیوونم میکنه. سلامت نوشت جون. بابا ولش کن تو هم، مگه دختر قطعه؟ این نشد یکی دیگه. مهری آیت دیگه ای واسه خاطر مهری حاضرم جونم رو بدم. عشق مهری زمانی به دادم رسید که داشتم مفله میشدم. وقتی مهرش تو دلم نشست دل تاریکم رو روشن و از کارت بیخ پیدا کردی. آره راه درس خوندن و مدرسه رفتن و اون جلوی پام کنیم این یادش برم. خیلی چیزا یادم دارم، ولی اون بابای لامصبم کار و مارشون کرد. از اون رو سالا دست و بالم دنبال کار و کاسبی نمید. خوب بود میرفتی از مدرسه شون میپرسیم. رفتم پرسیدم، اگه اون روز بودم نمیزید خود بیفتم. تو که آبروی ما رو بردی به درک.
میخوام 100 سال سیاه‌سر به اون تنتون نباشه. جلو در همسایه خوبیت نداره چش، خونمو گرو میذارم میارم تقدیمت میکنم. من گرو مرا سرم نمیشه، تا قرون آخر پولمو نگیرم از اینجا جب نمیخورم که نمیخورم. آخه چرا زور میگی؟ هر کی واسه خودش آبرو داره، واسه خاطر چندر قاز پول داره آبروی ما رو تو محل میبری؟ چندر قاز؟ 20,000 تومان از نظر شما چندر قازه؟ 18,000 تومانش که نزوله. سلام جعفر آقا، چرا داد ریجا؟ اون دیره تو بردم از خونه فرار میکنی که خونه مردم رو بخوری؟ یه پا پاسیشن رو میدارم اگر ما بارده مردم رو خوردیم. بیام تو خونه، میخوام حوار بگشم، میخوام مردم بخورم. ای خدای مالم مردم، جونم مردم، زندگی رو مردم. ای خدا بدادم بقیدیم، اینا پولم مردم. ای کردی بابا، این همه هرس خوردی، زندگی رو به خودت و ما تلخ کردی، صغیر و کبیر رو اذیت کردی، شب و روز پول رو هم گذاشتی، با نکبت زندگی کردی، واسه یه چی؟ واسه یه این 2 متر جو؟ با اینکه پیر بودی و همه چی داشتی ولی ناکام رفتی. خدا بیامرزتت بابا. هیچ میدونی چی من رو ورشکست کرد آقا؟ همون آدم های پیزاری که باب بودن آقا. آخه بی انصاف، یه عمری نوندونید بودم، حالا که سنی ازم گذشته اخی شدم. مفته اسکناس های سبز و سرخ هم آقا، با 1000 ناینزلنا آقا جلال دکونم رو علم کرد، حالا بیام با چند تا مطرب زوار در رفته مثل تو کار کنم آقا. من هنوزم سر پا میتونم ساز بزنم. خب یه چشتو هم بذاره برو سر خیابون صبح تا شب کل کاسبی آقا. یعنی بعد از یه عمر آبروداری برم گدایی کنم؟ به خدا اگه پای مهری در میون نبود اگه میمردم اینجا نمیموندم. آره اگه پای اون در میون نبود اینقدر تملق تو رو نمیدونم. ای بابا شوخی هم سرت نمیشه، بفرمین دشینی. من هیچ وقت دوستای قدیمی از یادم نمیره. این دکون اینم تو قابل شماره نداره. بسا بگو یه چایی بیارم، بعد چایی هم میگم یه شربت برات بیارن. اما بذار بهت بگم آقا، یعنی آقا کمال، پیری مغزت هم خالی کرده. آخه آدم ناحسابی، یه سرمایه به این بزرگی تو خونت قایم کردی، اون وقت ماست از این و از اون کار میخوای. اگه از نوکرت نشناوی مهری رو ورش دار بیار تو دسته ما، یعنی دسته خودت غرب بده آقا، یعنی برقصه. چی برقصه؟ دختر من برقصه؟ آره مگه چی بشه آقا؟ یه عمر خودم مثل کرم تو این لجنزال لولیدم و به این روز افتادم، حالا دخترمو بیارم بدبخت زمان؟ درخته میگم تا خنگی خنگی دیگه آقا. اگه زبونم لاد با این حال احوالت بیافته بمیره، کی میاد واسه تا درش بسوزه و دست و بارته بگیره؟ دلت میخواد تو خیابونا ویلون بشی آقا؟ ندونم چه خیال کردی. اگه از بعضی چیزام ناراحتی ما چار چشمی موازه باشیم آقا، با خودت بیاره با خودتم ببره. مهری درس خونه، برای خودش خانه نمیشه، اگه مونده گدایی کنم نمیذارم پاچین جو جا باز بشه، کارتم تو سرت بخوره. آخرش پشیمون میشی آقا. الو بله سلام آقا آشم. اتفاقا این روزا یه چیز ترگل و ورگل تو دست و بالمه آقا. خیلی خوب باید باریکلا باریکلا نصبی نمالی بودی دست من نرست نگرد. یواش بابا جان، چرا یه هم ترمز میکنی؟ واه واه دیگه از دست کلافه شدم مرد. جلسه اول که آدمو نمیران توی کوچه تنگ، مانگه اینجا یه طرف از جونه و ای بابا دهنت مردیشون حرف زدنی اینه بابره. یه لنوشن کن گز بده برای بنده مردی. چه خبره که به قیافت نمیاد خشن باشی؟ بلا بلت اون جیگره جوان مرده. یه لبریم حواس منو پرتن، یه لیدم کلده، یه لفشر بودی بینم. بارکارت بارکارت خوشا داری میایی؟ این یارو چی میگه؟ چرا دستشو حواله میگه؟ دایا چلو دایا چلو رسمی
میگه دیگه شخ بشه ما دیگه ما دیگه نمیره کوچه یا تا مرد کو پدر تو مگه نمیریم شاگرد دارم روح پدرت راست میگه دیگه خب برو عقب بذار من رد شم شیطونه میگه با سرعت بزنم زیرش تو در دهنت بابان فرمان با چس نمیخوای زیرش بکنی بازم کنم بی پدرم آده من برم کنار بله. ما برو تنت در بدار آه در میارم شیطونه میگه برم از سیبیلاش گازی بگیرم الهه الا الله ریفا سر من اگه بخوام برم پایین دبا کوچیکه من قتل حالم بگوده میخوای نگم من چسر من قدرشی میگی من با یک چک قدرشی بچه پایدر تو چسته آباد و همه گستم و همه گستم شروع کنم تو روده هایی منه میگیسی تو اصلا آدم تو پوله اگر تو نیستی نامر بگه بسه با پوله ایم دلم دلم دردی دردیدم دلم من اگر دارم که در میاد لخشین دعوا کنی اینجوری بهتره بیارن تو نگفتی کجا هستی چی کردی؟ اومدم رضا رو ببینم رضا آره آره بابا بدبخت خیلی دنبال شما گشتم همه جره زیر رو کرد تو رو پیدا کنه الان وزش با سابق فرق میکنه سوپرمارکت باز کرده کلاس باز کرده اصلا با سابق زمینه زمینم بابا یا باش دار یا آقای قرون زمین چی کارش میکرده خیلی خوب برو گیم شو برو دنبال کار بزن بچه که آیان آیا بابا بفرما دنبال کار زندگی تم بریم بابا چندی کار برا بولی هرنم یلا برو بیر بکن جام سوار شو پس رضام پولدار شد. آقا رضا کجا؟ همه از جا بلندشن بیرد. حالا آقا رضا کف یا الله یا بفرمایید حالا چطوره بفرمایید بابا خودتونه بابا یا الله بی سی بی نگاه کن بابا خودتونه جلال الدین درویش باش اول از همه بذاریم بگم با همون رضای سابقم و ننمون هم همون ننه سکینه مرد روی ما رو عوض کنه اینا همش شیفه دنیاییه خدا بیامرز بابامو یه عمر خون دل خورد آخرش هم دست خالی از دنیا رفت تو زندگی آدم باز آدمیت داشته باشه خدا رحمت کنه بابامو هیچ چیزی واسه ما گذاشت و رفت ما دل به مال دنیا نبستیم و هیچ چیمونم عوض نشده و اما اصل مطلب توی یه جای خوش آب و هوا واسه همه تون خونه ساختم یه قرونم کره یه خونه نمیخوام هر پولی هم که بابت اجاره خونه میدین در حقیقت قیمت اصل ساختمونه تا چشم هم بزنین صاحب خونه شدین خلاصه از تمام دارایی بابامون یه سوپرمارکت برام مونده و این خونه که میبینین در خونه من همیشه به روی شما ها وازه این خونه اینم شما هر کار دلتون خاص بکنین مالی به چیکار داره میدونم رزه نگاه کن اگر کی باید ایزافت جارم بکنه آقا بابا جان با جان شما نباشه با مرگ خودم نباشه با جان فکر فامیلا من از روز اول میدانستم در کلی خالی این جوان یه چیزکی هست بله بازم بگو کسی از ما تعریف نمیکنه برو اونم اونتی رو میدانم چشم اوه چش نگاه کن چی بخور بخور ایره آو خانه خرابه بی پدر مادر نگاه کن ای بلنشو ببینم گاجمه بلنشو ببینم آخم کام مال تو کادنم مال تو یعنی دی بخوری داریم باباریم داریم یعنی خجالتم نمیکشم راست میگه کلوسه این کارا خوبیت نداره خجالت بکش ما اون سیبیل گوندت زبی سیبیل یه مال تو اینم مال من حرف بزنیم که دوست سرت را عجیبه نه نه چشم کف پات و چیزی نیست یا این دخترای 14 ساله تو پل و پل شدی با چه حرفا میزنی مگه غیر از اینه نه فهمیدم ساکت فقط یه قدر الان حلوای مجلس هم تقسیم میکنن بفرما غرزه جان بفرما یه دقیقه من باشه آقایون من میدونم بابام خدا بیامرز خیلی اذیتتون کرده همیشه جز آه و ناله مردم چیز دیگه نصیبش نمیشد دلم نمیخواد موقعی مرگش به جای فاتحه نفرین به قبرش بباره برای همین تمام چکسفته ها و قبال خونه ها را که پیش بابام بوده همه را بهتون بر میگردونم فقط ازتون یه خواهشی دارم
دلم میخواد شبای پنجشنبه یا هر وقتی که حرفی از اون میزنین یه فاتحه‌ای واسش بخونین که روحش آسوده باشه. تمام دینی هم که پیش مردم داره من برآورده میکنم. فقط دو نفرن که میون ما نیستن. من خیلی به اونا مدیونم. تو دارو دسته هاشم بری. این کار به درد تو نمیخواد. نه بابا. دیگه بعد وقتی او در بدری بسه. دلم تو زندگی به یه نفر خوش بود. اونم پول ازم جداش کرد. رضا پولدار شد، صاحب همه چی شد. حالا دیگه اونم ما رو نمیشناسه. ما هم باید پولدار بشی. تو باید از این بدبختی خلاص بشی پدر. من این کارو میکنم. وقتی حرفشم میزنی تنم میلرزه. این کارا به درد تو نمیخوره. میترسم یه موقع بلایی سرت بیارن و اونجاها به درد تو نمیخوره. من فکرامو کردم بابا. خونه امیدم خونه رضا بود، ولی اونم خراب شد. رضا پولدار شد، مام باید پول. تو پاکی، تو خوبی، بذار همینجور پاک بمونی. دلم نمیخواد روی ناپاک و دست ناپاک بهت بخوره. من این پولو نمیخوام، نمیخوام. ببین بابا، حالا که مردم همه چیزشون پوله، چرا ما نباشیم؟ فکر بد نکن بابا، آدم نجیب هر جا میتونه نجیب باشه.
دلم میخواست اونجا بودی و میدیدم رقصیدم، همه برام کف زدم. چیه ناراحتی؟ چرا که نباشم، تو تمام آرزوهای منو به باد دادی. دلم میخواست به جای لباس رقص لباس دکتری تنت بدیدم. دلم میخواست به جای چشمای ناپاک چشم شوهر دو تن و بدنت میافتاد. بی خودی خودتو ناراحت نکن بابا، من که کار بدی نکردم، فقط رقصیدم. ببین بابا، این تنها راهیه که ما رو پولدار میکنه. آخه ما که رضا نیستیم شب بخوابیم و صبح پولدار شیم. تک خاله برنده‌ای هم دستمون نیست که رو کنیم. من تصمیم گرفتم و باید پولدار بشیم. آخه واسه چی؟ چرا؟ تو خودت بهتر از من میدونی. چقدر تملق مردم گفتی، چقدر پیش هر کس و ناکس دولا و راست شدی و قربون صدقشون رفتی. آخرش هم مثل یه حیوان اساسیمونو ریختم بیرون. میدونی چرا؟ برای اینکه پول نداشتی. آره، اگه پول داشتیم این بلاها که سرمون نمی اومد. اگه پول داشتیم همه بهمون قربان قربان میکردن و مثل پروانه دور و برمون میگشتن. حالا که یه راهی برای پول دار شدنمون هست، چرا که نشیم؟ بابا جون، ببین، تو رو خدا بی خودی خودتو ناراحت نکن. آخه من که بچه نیستم. بیا، بیا بریم بابا جون، بیا، فکرشم نکن. بیا. باری کلا، خوشم اومد، خیلی خوب رقصید. حالا کجاش دیدی آقا؟ از این بهترا که میرقصه جون شما. اون دیگه نمیرقصه. کاری هم به کارشون نداشته باش. برو برای مهمونا شفان کن. چشم آقا، باش آقا. ببین بابا، تو دختر خوشگلی داری. دلم نمیخواد تو دست و بالا هاشم باشه و برای اینمون برخصی. خدا عمرتون بده. به هاشم میگم یه خونه براتون بگیره، با خیال راحت توش زندگی کنی. این پولم داشته باش. به هاشم میگم ترتیب کارا رو بده. فعلا خدا. گفتم فکرهای بد نکن، همه جا آدم خوب و بد پیدا میشه. بعد خواست خدا بود بیایم اینجا و با این آقا آشنا بشیم. من میرم لباسمو بپوشم. خدا به خیر کنه. مردم 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 لا این چیه دیگه؟ دم صحبه این قصر و صدا را انداخته جب خریه با. چه تو مردی که مگه سر بابا تو آوردی؟ چرا دم صحبه اینقدر بوغ بوغ را انداخته؟ سلام آقاریزه. چی میخوای صحبه اول تو؟ مادرتی میخوام. چرا داری ور اینه که مرد ننه ماره میخوای چی کار کنه؟ والا اینجوری که ننه جناب علی فرمودن، از این روز تا مدت های مدید بنده و ماشین بنده در اختیار ایشان هستیم که کلیه فون و فوتفن رانندگی رو بیشان یاد بدم. بله بله ننه یا بله بله آرم تا این کار تش که تا بساخت دارم. نهی مارا تکی آنان دکه سر من که رو داد میزنه خانه خراب با من چی مارا بوته بنده. الان میرم این قدی بوخ میزنم تماما ننه جناب علی رو بیارم پایین اسکر. ببینم ننه این یارو چی میگه؟ رانندگی چیه؟ با چه حرفا میزنی مادر؟ تو که انقدر امال نبودی، مگه چه عیبی داره؟ برو خجالت بکش ننه، رانندگی میخوای چی کار؟ هر جا خواستی بری خودم میبارم. نه مادر جون، من دلم میخواد همه چی یاد بگیرم. از سواری، رانندگی، شنوی قورباغه، شمشیر بازی، بیسی اکو بیسته دو، خلاصه همه چی. مگه چیم از مردم کم تره؟ پولشو که داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ ها؟ بای بای مامی. ببین ننه، به من نگو ننه، بگو مامی. خیلی خوش اومدین. این خونه رو آقا جلال براتون اجاره کرده تا با خیال راحت توش زندگی کنین. آقا همیشه از این کارو میکنه، آدم با دین و ایمونیه.
خوشتون بیاد آقا؟ بله، از سرمونم زیاده. خدا عمرش بده. سعید خانومم در بس فرستاده پیش شما که تنها نباشی. خب با اجازهتون من باز دیگه برم. خیلی ببخشید دیگه ببینم. خواهش ببخشید. خب گوشاتو واکن، آقا جلال سفارش کرده که مواظبش باشی. هر جام خواست بره باش میری. قربان موضوع خسارتشو خودم میدم. شما نمیدانید خدا، من تو زندگی من تنهای تنهام، هیچ کسی ندارم، بدتردیه تنها. به خدا اینقدر تنهایی بدتردیه، اینقدر بدتردیه خانم. میفهمم تنهایی بددرد. قربان تو برم که میفهمی، خوشندش به خدا. آخ درد بیدرمونیه. لعنی بمیرم برای خودم. تو نفر خاطر خواهی هست وسط جدول پیاده رو الان پولیس منه میگیره، پدر منه در میاره. خانم جان خانم پولیس میگیره، ابرو ایسیت من رفته. خدا حالا بسر خودش نفت این بستر میگم که تو اولاغ بیستر فرمان دست تو ترمز افتر دست تو خانم بچه بچه بیا بیرون پولیس میگیره ابرو رفته. حالا دیگه صورت رو چیزی بکنه رو ماشین صاحبه من بگرد داره و حالا من جواب مرده من جیب بدم خدا تو رو زلیل نکنه. خوره بچه بچه جواب این صاحب مرده رو چی بدم من آقا چرا درست نگیری؟ من دارم یه هم چی میدونی یه خاله پاشه من دارم 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 منم یه روزی مثل تو بودم. منم یه روز آوردن و صاحب یه همچین خونه‌ای کردم. ولی در عوض جوونی ما ازم گرفتن. شکردم. ولی وضعم با تو فرق داشت. من بی سواد بودم، چیزی سرم نمیشد. بی پدر و مادر بودم. ولی تو سایه پدر هنوز رو سرته. تو درس خونی و سواد داری. برو پیش عشقت، همون که دوستش داری و میگفتی. دیگه دیر شده. هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. نه هنوزم دیر نشده. تا وقتی آب و رنگی به تنته سرمت میکنن و به چشمشون میکشن، پول به پات میریزن. راستشو بخوای جوونی تو ازت میخرن. وقتی هم که انگوروت برگشت قاب دستمالی میشه که جا تو زبال دنیا نیست. بعضی وقتا میشه که آدم بیچارگی خودشو با چشاش میبینه. هیچ قدرتی هم نمیتونه بعض آدمو تغییر بده. منم یکی از اوناشم. یه روز یه جرقه کوچیک تو همه تاریکی های زندگیم درخشید. اونم واسم یه دلخوش کنک بود. اینا همش بهانه است. دلم میخواد فردا صبح یه مهری دیگه ای بشی. حالا بگی بخواب. خیلی حرف زدم. بخواب. سلام. سلام. دختر کجاست؟ تو اتاق خوابشه. باباش کجاست؟ خوابه. برو بگیر بخواب. برم بخوابم. مگه چون نمیای پیشم؟ خودتو لوس نکن. برو بگیر بخواب. کاری داشتی؟ نه، خواستم ببینم راحتی. آره، آره، خیلی ممنون. جناب. باشه. ازت خوشم میاد. خیلی کم پیش میاد که جلال از کسی خوشش بیاد. خیلی خوب. حالا چی کارم داری؟ آقا جان. باهات کاری ندارم. خیلی خوبه. بگیم ببینم چی کارم داری؟ ازت خوشم اومده. پاکو ببینم. خوش کارم. خدا خدا فقط اینو تو گوشت داشته باش، من تو رو میخوام و باید همیشه پیشم باشی. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه وقتی
هم میریم آبادان. اگه یه موقع فکری هم به سرت بزنه حساب خودت و بابات پاکه. حرفی هم که میزنم همونه، اگه دنیام زیر رو بشه پای حرفم بای میزنم. خیلی شانس آوردی که ازت گذشت. خب میگه چی کار کنم؟ برو برو پیش رضا، همونی که دوستش داری. آخه چجوری پیداش کنم؟ نوش با من، پیدا کردن آدمی مثل رضا کار آسونیه. خدا کنه. نباید فراموش کرد برای یه پدر و مادر دیر رنجاورتر و کشنده تر از این نیست که بچه هاشون احساس کنن پدر و مادر بی سوادی دارن. نمونه پیشرفت و فکر انسان ها همین کلاسی است که مدت هاست شما زیر سقف اون دنیای بی خودتون رو فراموش کردین. البته همونطور که میدونین در تأسیس این آموزشگاه آقا رضا سهم بزرگی داشتن و ملکیت اینجا رو تماما در اختیار ما گذاشتن. دلم میخواد حد اکثر استفاده معنوی رو از این کلاس ببرین. من دیگه حرف ندارم. شخصی که آقا رضا چیزی برای گفتن دارم؟ والا هر چی که لازم بود آقای مدیر خودشون فرمودن، دیگه چیزی واسه گفتن نمونده. اما باز عرض کنم عقب موندگی تحصیلی امثال ماها دو تا علت بیشتر نداره. یا بابا ننه هامون اهمال کردن، یا اینکه خودمون مطب خشخاش گذاشتیم و از زیر درس و مدرسه در رفتیم. غافل از اینکه یه روزی میاد مثل امروز آدم بی سواد و یه دست لباستنش میکنن و مثل مترسک میذارنش تو جالیز. همه ماها که اینجا هستیم یه روز توی یه حیات دور هم زندگی میکردیم، حالش هم زیر یه سقف داریم جلو میریم. سوپرش اینجا. خب الان دیگه پیداش میشه. وقتی دیدیش همه چیزو از سیر تا پیاز بهش میده. میترسم پاهام داره میلرزه. الان میاد گرمت میکنه، نترس. من باید برم مواظب اونا باشم. آخه نفهمم، همینجا منتظرش باش. خدافظ. خوب کاری کردی، دلم برات یه ریز شده. منم همینطور. چرا جلوی مردم داری گریه میکنی؟ بعد بریم ببینم چی شده. قاطی بکنی کنی دختره رو بردی با خودت بیرون انداختی تنگ یه مرد دیگه که چه؟ که جلال آقا خون بپا کنه. ولش کن هاشم، گناه داره. تو چرا حالیت نیست؟ آخه تا چرا در این حرفا میزنی آقا؟ من که تقصیری ندارم، خودش گفت منو ببره، منم بردمش. اگه آقا جلال بو ببره اول تو رو میکشه بعد اون دختره رو. سلام. سلام بابا. ای چی شده بابا؟ چتونه ها؟ چی شده سعیده؟ چه میخواستی بشه؟ مگه میخوای ما رو بیچاره کنی؟ چی کار میکنی ننه؟ داری دماغتو وجب میزنی. داشتم نگاش میزنم که یه چمک بزرگه. نه بزرگه؟ خب بزرگ با شما که چه عیبه شه؟ دماغ منم بزرگه، با تو رفته. تو مردی عیبی نداره. از دکتر وقت گرفتم برم دماغم عمل کنم. چی؟ آها نفهمیدم دماغ تو عمل کنی. عمل خلاف شهر که انجام بابا میده. دست خوشتانه خجالت بکش با این سن و سالت. نگاه اینقدر صداتو کلوف نکن، حوصله‌شو ندارم. اصلا هیچ معلومه چه چه خانم بزرگ. پس 10,000 تومان برای دماغت میخواستی؟ صد دفعه بهت گفتم به من نگو خانم بزرگ. اصلا به تو چه مربوطه که چمه؟ من که پول علف خرسه. خیر، پول ارسی.
خیلی خوب، درسته که پول ارثه، ولی نمیشه که الکی نفلش کرد. گفتی آپارتمان بخر، گفتیم باشه. کنیز و نوکر و دم و دستگاه برات جور کردیم. دم به ساعت یه دست لباس، بعدش هم رانندگی یاد گرفتی و کلی خسارت دادیم. همه اینا هج. یه ماشین آخر سیستم هم وسط خریدیم. گفتیم به درک ننه ما پیره. پیر جد و آبادتی. ببخشین 14 سال دختر. دیروزم مدرسه نبودی، بهونه سرمونی داشتی. همه این چیزا رو خبر دارم. دارم بهت میگم ننه، اگه پولم رو ریز ریز کنم و تو جوب بریزم، برای دماغت پول نمیدم که نمیدم. خیلی خوب، نمیخواد اینقدر دور بردی. اگه ننم نبودی همینجا حسابتو میرسم، خجالت نمیکشه. حالا تو داری منو مسخره میکنی؟ یه عمر با بابات زندگی کردم، جوونیمو به پاش ریختم، خیلی هم ندیدم. حالا میخوام تلافی کنم، فهمیدی؟ میخوام تلافی کنم. از حرص دلتم که شده میرم این کارو میکنم. اگه جرأت داری برو این کارو بکن، ببین چه آبرو. آره بابا خوش اومدی، من که آبرو ندارم که تو ببری. سلام خانم، تو امروز مرخص میشه؟ چش، خیلی ممنون، ببخشید خوزی داشتم مرخصه. مرمت علی زیاد. اسمال آقا تو اینجا شیگار میخونی؟ عملی هستی؟ از ننه آقا رضا بپرس. از وقتی زنم فهمیده ننه آقا رضا میخواد دماغشو عمل کنه، پاهاشو توی کپس کرده، میگه دماغتو عمل کن. راست میگید، این دماغ نیستو داری خورتون به فیل خانه خراب. ببینم خانه زندگی رو فروختی آمدی عمل بکنی یا نه؟ اگر اونش به درک، حیف این دماغ قلمی نیست که بدم دم تیغ قصدی. بکش کنم اون دیواره ببینم این دماغ یا چما. ببینم تو هم عمل داریم. بله نه مرگ شما پارسل عمل کردم جان شما. ببخشید حضرت آقا، شما از دماغتون راضی هستین یا نه؟ بله چجورم راضی، امروز برو دروشتر میشد، الان خیلی راضی هم. بله آخه آمد نمیدانی چقدر خوشحالم به سلامتی دماغ بریدی. دلم میخواست میام بدم اون یکی که دماغ این زفی رو میگرفتم، من یادگاری نگه میداشتم. قابل شما رو نداره بابا. خوشحالم که به دیدنم اومدی. دوست من حاضرم شب و روز در خدمت جناب علی باشم، ولی از ترس آقا رضا جرات نمیکنم نگاهی چه بکنم. جریان به رضا میگم. همین بگو این روز بگو، من دلم از خوشی داره هلاک میشه. باشه همین الان میرم. حالا بریم نکنه دماغتو سرما بخوره دوباره برم بکنه. بریم قربانتو برم. این روزا نمیدونی دماغ بزرگ خودشی بود. دادم به دیوار میسهبه. خیلی خوبه، جمعشو بزنین بدین حسابداری. بگین سند بزنم. خوشحالم که بالاخره پیداش کردی رضا جان. آره مثل اینکه دنیا رو بهم داده بودن، وضعشون هم خوب شده. چه میاریش خونه؟ فردا قراره بهم تلفن کنه. بی خود کردی عمل کردی، مگه من نگفتم این کارا نکن؟ کشک تو بسام بابا، دهن گنده تو وا نکن، آبروریزی اندازه داره دیگه. از تو گذشته میخوای مردم رسوامو کنن؟ برو بابا تو هم حوصله داری، مردم به ریشمون میخندن. به ریش خودشون بخندن، همه این کارو میکنن. همه خیلی کارا میکنن، تو هم باز بکنی. پس بگو کلامونو بذاریم بالاتر. من خودم بلدم چی کار کنم. دست ننم درد نکنه، حتما پس فردام حواسی یه شوهر میکنه. چرا که نکنم جونم، جوونم، عمریم که ازم نگذشته. اصلا از کجا معلومه زیر سر نداشته باشه؟ نمانم گفتم یه نفر زیر سر دارم، ولی تو که نمیداری آدم بهت حرف بزنه. نه دهن تو آب بکش، برو بگی زیر شیر کرش بده، دیگه داری حوصله‌مو سر میبری. تو رو خدا دست از این مسخره بازیات بردار، میخوای سر پیری شوهر ننه برام بیار. صد دفعه بهت گفتم از بابات که
خیلی ندیدم. کار خلاف شرع هم که نمیخوام انجام بدم. شوهرم رو زیر سر گذاشتم. تو کلاسمون هم هست. قشنگه. هم کلاسیشم. آقا رسا مبارک باشه. برو ماما تو هم. لطفا انشاتونه بخونید. چشم. فواید زمستان. در زمستان هوا سرد است. درختان سرسبز تابستان. همه در زمستان خواب میرون. طبیعت بیجان در زمستان مانند عروس باجان لباس سفید می پوشد. مرغ‌های درنده با دندان‌های تیز خود می‌روند توی تپه‌ی گوسفندان مردم. کنشای ادبی نوشته. می‌روند گوسفندان ما همه می‌خورند و مردم را بیچاره می‌کنند. اون وقت قربان تو برم دیدی تو گفت دیدی ماشالله چایش قشنگی نمیده دیدی پلکانه که شما میگیرم یه عمر دنبال شما دیدی این کوکمو خواهد آخ عجب شبی بود عجب شبی بود نه چطا لنده هور با ننه ی مام بره تو خجالت نمیکشی میخوایی ننه ی ما رو بگیری مگه چی میشه اینطوره میشه من ننه شما رو بگیرم من غلط کردم یه همچی جورتی داشته باشم من تو هم تو کلاس دیدمش خوشو بهش میکردیم اشتباه گرفتی آقا رضا به خدا من نیستم آقا باشن نمیخواد ننه تا بگیره اون زیر پاش نشسته آن قربانتون برم هوا خیلی سرده میگم بریم دم و اونجا یک دانه نوشابه سرد بخوریم جیگرم از گرما حل بیاد جانم اون داشت از اون واسم تعریف میکرد آی نا آخش سلام به خدا سلام و زهر مار نکنه شوهرننه بعد از این ما این شانس به پسره البته با اجازه اولاد آینده من پس شما خواستگار ننه مایی ها؟ مبارک آقا ما شده متشکرم پسر آینده بنده جان چیه جان؟ پس بعد از این ما باید به شما بگیم پدر ولی اولاد ناخلفیه بله فرزند دلبند بنده چرا اصول دین میپرسی بگو مبارک با تمومش کن با رو تو برم ننه باشه ننه باشه ها جان مبارک قربان تو چش روشنیم بیار برای ما مبارک قربان تو برم بسر من مبارک ای امان بچه مدرسه مردم و گوشت ای امان خدا چرا چرا تو هم نداری منو بزنی شاگرد سرنگ گیره بوده داره کتک میزنی این شب رو فوزش بکنن نسری منو من این شب خدا پیش گرفتم این داره مثل گربه کوره حق نون نمک ما را نشناخته و افتاده دنبال ننه پیر ما قاپش دزدیده توف برود بیاد نامه جناب سروان دروغ میگه با خدا دروغ میگه با مرگ مادر من دروغ میگه این مرد حل این مشکل رو میذاریم به عهده خود خانم شاید خود خانم راضی بودن چی رو راضی بودن بابا دست خوش جناب سروان شما با اونا این چرا این حرفو میزنین چرا تخم لخت تو دهنش میشکنین با رزا جو این حرفا چی میزنی؟ جناب سرمان بهتر میدونن یا تو؟ برو حیا کن سن خجالتم خوب چیزیه ببینید آقا من نمیخوام در زندگی شما دخالی اینطور که معلومه این دو نفر همدیگر رو میخوان بیخود کردن که میخوان ببخشید تشیم بیارید بالاخره هر زنی شوهر میخواد و هر مردی هم سن اینو میدونم جناب سروان مگه اینا دختر 14 سالن آخه تو روشون آدم نگاه میکنه خجالت میکشه نه سلامتی اون ننه ای منه فردا تو محل چی جوری سرمو بلند کنم ولی نظر من اینه که موافقت کنین تا این کار خیر انجام بشه اینطور که معلومه اینا باید با هم دیگه زندگی کنن جان افتاده اخیش ما رو کر رو بردن اینا جناب سر خب بهتون تبریک میگم ولی آخه این طوری که نمیشه همین جوری دیمی کسی کاری ننه بابایی این که کسو کار نداره چرا اولجان دارم هم پدر دارم هم مادر دارم از خانواده بزرگیم هستن همشان صاحبی اسم و رسم فقط منتظرن اولجانم این جواب بدیم دینتون رو شکر
جلال آقا همین امروز و فردا سر کلش پیدا میشه. خب پیداش بشه. باشو میخواد. انقدر زبون درازی نکن. به احترام بابات چیزی با آقا جلال نمیگم. آقا تو هم یک کمی نصیحتش کن پیری. فقط اومدم بگم که حواستون جمع باشه. از آقابتش میترسم بیره. من میترسم بلای سر تو رضا بیاد. منم از همینش میترسم. عیبی نداره. بالاخره یه طوری میشه. خدا بزرگه. شما برین تو اتاقتون. بریم بابا. با این حرفای بی خودی خودتو نترسون. همش داد و بیداده. مگه قرارتون امروز نیست؟ چرا؟ ولی خیلی میترسم. بی خودی میترسی. از من میشنفی برو دیگم بر نگر. تا بخواد جلال بیاد زن شدی و همه چی تموم میشه. قصه نخوری رضا جون که زندگی قشنگه 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 قشنگه. چه چهی هم میزنم ننه از خر شیطون بیا پایین. من باید برم دیرم میشه. باید برم مهری رو ببینم. با تو خودت گفتی ننه باباشو بیاره. من که نگفتم. بابا ما قبول داریم. از زیر بطه به عمل نیومده. حالا ولمون میکنی؟ نه صبر کن بیان بعد برو. وای مثل که خواستگار اومدم. من رفتم تو اون اتا قلبم داره میگیره. نگاه کن سر پیری چه اشوهی میاد. عجب گرفتارش. با دست ننم درد نکن. بله یا سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله از دم سلام. بریم بشینیم. چه خانه قشنگیه. قربتی ها آره خون خیلی قشنگیه. دی کراوات شد. سلام آره بابا بیشین. ماما این منت بابا بیشین بابا. یا الله فامیلای آینده ما رو مامان بابا نگاه کن. سلام الله قربان تو عروس خانم برن. اون اشوهی تو منو کشته. چی بکنم چشم بره یه قد دیگه برده. از تعارفش میکنه باره مفته. نجان 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 این آقا عروس برن. نه این پسر عروس خانم و در واقع میشه زن پسر بنده. بله قبل از ازدواج با من این پسر این رغول داشت که قربان برم ماما جان. خب خیلی خیلی خوش اومدیم. خواهش دارم. میخواستم مقدمتم بپرسم آیا عروس خانم وصل پینه دوخت و دوز جارو پارو پخت و پس چند کارهایی دیده که کتبانه ها انجام میدم بلد هستن یا نه؟ مسخره بازی بسته. ببینم توق لعنت آوردین. بله آوردم. بله قربان آوردم. اولاد جنینی بگیر بابا چه بودم نگه ماما جن قربان بابا بر مقابلی نداره. بدشنم بابا میگی لنه بکن شست پا قربان گلدن ما قشنگه. باشی جون. لای قربان عروس خریدیم. الو توی مهربون حالا حالا چطوره؟ دیروز تا حالا منتظره شدم. بله حلقه رو تازه خریدم. آره به مرگت نمیذاره. دلم وسط یه ریزه شده. شده. آی آدم ها وقت چیه زندگی بیدمون شده. تا دشما رو هم بذاری عمر آدم تموم شده.
زوغ زده شدم. باشه اما زود بیا. یا خیلی خوب، از خوشحالی زبونش بند اومده، نکنه موقع عقد بله رو رد نکنه. جایی بری، مگه نگفته بودم تو مال منی، فقط مال من، مگه نه؟ فاری نکن که عصبانی بشم، اگه عشق تو دلم کینه بشه میکشم ازم. بلش کن بیرسم. خطا آقا بلم کن، چی میخوای از جونم؟ توف بروت. گفتم که منو عصبانی نکن، حالا که دلت میخواد باشم. هر غلطی میخوای بکن. حالا دلم میخواست مال خودم باشی، حالا که خودت نخواستی کاری میکنم که اصلا مال یکی باشی. بچه ها بیایید، باربندیلو جمع کنیم، همین امشب میریم. اگه پسرم سر کلش پیدا شد کلکشو بکن. اینو خودت خواست، من میرم باشگاه منتظرتونم. بیاین اونجا زود باشید، مگه نشناختین آقا چیگا؟ یعنی بجامی نشد رنگ از دیر کردم. اون خدایی نکرده باباشم زوغ زده شده باشه و زبونم لال جفتشون سکته کرده باشن. بیرون ببینیم. سلام کنی که سفر دارم. دکول ما رو دسته کردیم. خیالتون راحت شد. برا بیا ما این برا ما التماس کنیم. برا این کیه؟ برا باش آقا. یارو بسره کاری سر کوچه به همون نمیگه اینجا چه خبره؟ به موقع رسیدین آقا رزا. مینم اینا کیان؟ اینجا چی کار میکردن؟ همشون آدم های جلال بودن. بریم ببینم جلال کیان اینا. هلو هلو گوشه قربون گوشه. آقا جلال با شما کار دارم. اومدم با اجازه. الو بله. سلام آقا، پسر اون باید مهری رو برد. برد؟ وقتی بابات بیرونمون کرد سرگردون شدیم. من بابام مریض شد، مجبور شدم کار کنم. اون وقت سر و کله جلال پیدا شد، یه خونه برامون اجاره کرد. خیال میکردم آدم خوبیه، ولی اشتباه میکردم. سعیده به هم کمک کرد تا پیدات کردم. جلال موضوع رو فهمید، میخواست هممونو به کشتن بده. من از خجالتم بهت دروغ گفتم.
بلند شو دختر، بلند شو، گریه نکن، چشات گلی گلی میشه. جلال سگه کی باشه به تو چپ نگاه کنه. آخه اون آدم بدجنسیه، تا زهرشو نریزه آروم نمیشه، برای تو میترسه. بی خیالش دختر، این حرفا رو از کلت بنداز بیرون. این خونه، اینم زندگی، همین امرو فردا میبرم و عقدت میکنم که خیالت راحت باشه. ننم و مشلام الان از کلاس برمیگردن، من یه توش با میرم سوپرم میام. فکر جلال ملالم از کلت بنداز بیرون، خوشم نمیاد. باشه؟ بگو باشه. خداحافظ. باشه. تلفن کن. نمیتونم. مارشو بگیر. نمیتونم. گفتم تلفن کن. نه. آخی جانم این بازو. مارشو جان. تلفن زنگ میزنه. ویلش کن بده بزنت وقتی یه مایی. بگو بردار. بیسب شده نمیزنه گیبره. تمام یعنی دل ورزش تن بتن بکنیم زیر زیر این بلند میشه. الو. با کی کار داری گفتی؟ خیلی خوب، از اول بگو میری خانم. دبا میری خانم نگه در دوست ساعت بشیریم. خیلی خوب بابا، با میری خانم کرده. بلدی که چی بکی؟ نه نمیتونم. خفه؟ نمیتونم. چرا میتونی؟ من نمیتونم. حرف بزن. الو توی سیدی مهری، ببین چی میگم. چی شده؟ چرا؟ تو نیم ساعت دیگه بیا بیا نزدیک فلکه دم خونتون، من اونجا منتظرتم. بله قربان. خودتون که میدونید چی کار باید بکنید. بله قربان. کاشم. بله آقا. تو هم که به وظیفت آشنایی. بله آقا، حتماً آقا. خیانت جون من، چرا منو آوردین اینجا؟ من گفتم شما برید. باشه. چرا راحتم نمیذاری؟ برای اینکه لیاقتشو نداشتی. راحتت گذاشتم، خودتو باباتو از گوشه خرابه ها نجات دادم، ولی تا در قفسو باز دیدی فکر فرار به سرت زد. تقصیری هم نداشتی، چون نمیدونستی با کی طرفی. چرا بدون اجازه من رفتی؟ اون پسر کیه؟ اون منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. ما میخواییم با هم عروسی کنیم. خفشم با صحبت و خوشرویی نظرتو جلب کنم، ولی تو لایق نبودی. چرا نمیخوای بفهمی؟ من نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. ما خیلی وقته که همدیگر رو میخواییم. دوست داشتن و عشقو که نمیشه با زور خرید. من نخواستم به زور با تو رفتار کنم، ولی حالا مجبورم. تصمیم بگیر، یا با من میای یا جون خودت اون پسر رو از دست میدی. چی بگی قبول میکنم. آه بله، حالا شدی یه دختر آخر. ما امروز از اینجا میری، سعی کن همه چیزو جز من فراموش کنی، به خاطر خودتو اون پسره که دوستش داری. مهری کجاست؟ آو یه نفر خانمی تلفن کرد، رفت الان برمیگرده. یاده میداد کی بود تلفن کرد، کجا رفت؟ سعیده بود تلفن زد، الان برمیگرده پسرم. که چرا گذاشتین بره؟ این پسرتونم مغلقلش خراب، آپاک غتی کرده.
پشت مازور را نگاه کن جان. بیا کجا بردینش؟ بگی کجا سیانا؟ چی کار کنی آقا؟ برم میتونم بگو بگو کجا دویدم بگو نزن آقا تو رو خدا نزن نیکی یا نا نزن آقا تو رو خدا نزن غلط کردم آقا بهت میگم کجا اردنش آبادان کجای آبادان خونه جلیل آبادانی آقا مال من داره الان تمام میشه به جنب بوده خیلی خوب او میگه مامان با کی باشه؟ خب حرف میزنی باشه. من خسته شدم با خدا با غیر جون مدرسه نمیشم دیگه. من الان نمیتونم. جان خودم نمیشه. خب نمیشه. آرد میکنه. مادر من تمام شد جان. مادر من تمام شد. با خدا تمام شد. همه رو نمیشه. نفهمیدم. ده تا مشق به این زودی تموم کردی؟ آها جان با چیز زنم تو خیال کردی که این دستای منو به خودم میشه فیرفیر همینجور چپرست می نویسه با مرگ خودم بیا نگاه کن این چه خوشخط نویسه بزنی تو آفتاب را میفته ببین باید همه شو پر کنی قشنگ من نمیخوام باید بنام من نمیخوام اگه ننویسی از سینما خبری نیست خب من می نویسم دواره بر من اونجایی که ترزن کلو کباب می خوره بنویس الان می نویسم تو اونده می زنگ می زنیم پاشو ببین کیه داره در می زنیم من برم ببینیم آره دیگه خب بیگم ماش بازی ببینیم چیه چه خبره بابا جان چه خبر هست سلام آقا سلام جان آقا رضا اومده اینجا والله از دیروز تا بال ما شکل ماهش ندیدیم میدونستم مادرشون اینجا هستن بله خودم هستم بفرما نه من باید مادرشون رو ببینم مادرشان تو اتاق داره مشغل شب می نویسد حواسشو برد نکنی بگویم بفرما تو بفرما اینم چی میشه یالله ممنون متشکرم نمیفهم مثل اینکه خانه خراب سر آورده یا خبر ندارم من پدر آقا رضا هستم اصلا با من احترام نکن مرد دشور تو رو ببارن مهریه بردن آبادان پسرتونم به خاطر اون رفت آبادان اونو براش نقشه کشیدن نقشه کشیدن؟ غلط کردم برای پسر یکی دانه من نقشه کشیدن چه غلط ها؟ به محض اینکه برسه اونجا کشتنش ماشالله جان ماشالله چرا بایستادی یه کاری بکن من پدرشان در میارم به اون خداوندی خدا احدی رو زنده نمیذارم خرخری همه رو میجوام نامرد بی هوا میزنی چی شد مهری جان بلوش شد من پدر مادرم دلم کن ببینم پدرت در میارم سرانه کار دست خودت دادی اونا کی هم؟ چی فرستاده شد؟ من نمیدونم به تو هم هیچ مربوط نیست خیلی خوب بچه هم میشه بیسته ها با من نمیذاری دلم میخواد امشب بی نصیب از اینجا نری هر کی دلش خواست میتونه تصاحبش کنه فهمیدین؟ زگه تو باشه بلم کنید Get it! 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 Get it
بچه‌ام بکنه. چه مرگه تو؟ دوستش خواهر کنی تو لوله هنگ بلند میکنی بلا میکنه به تو لوله هنگ جن با ما با مال کدری خوب با مالی کم که نمیاد بر با مام دسته کشتلو دود حالا من زده میگه دنم که بزن نبرن زن اخ مردی با مام دیگه که نزنم بزن 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 جان داره مگه میمیره به این زودی